فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و تو عرض تبریک نیمه شعبان و میلاد قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و با عرض سلام خدمت استاد عربی عزیز و همه همراهان گرامی در این شب و ایام مبارک وارد جلسه 45 از گفتار تاریخی قرآن میشیم و آیات اشارات تاریخی در آیات نازله در سال نهم هجری رو از سر میگیریم. در خدمتتون هستم استاد، بفرمایید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما تبریک گفتید، ما هم دعای مبارک باد بر شما پیروان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و با دعای به تعجیل فرج آن حضرت شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره توبه و مأموریت به ابلاغ آیات براءت. مسلمانان در سال هشتم مکه را فتح کرده بودند و اینک بنابر قواعد سیاسی آن زمان حکومت و مدیریت مکه به دست پیغمبر اکرم بود. پس از نزول سوره توبه در ذوالقعده، پیامبر صلی الله علیه و آله خواست چندی از آیات این سوره به عنوان بخشنامه به مشرکان مکه ابلاغ شود و برای این کار موسم حج آنان را در نظر گرفت که در آن سال به واسطه نسیع در ذوالقعده واقع شده بود، حج، موسم حج. بنابر بعضی از اخبار آن حضرت، ابوبکر را تنها به عنوان امیر الحاج فرستاد و سپس علی علیه السلام را به ابلاغ آیات براءت مأمور کرد. بنابر گروه دیگری از اخبار، آن حضرت ابوبکر را به عنوان امیر الحاج و ابلاغ کننده آیات براءت روانه کرده بود، اما پس از فاصله اندکی علی علیه السلام را برای ابلاغ آیات تعیین کرد و این مسئولیت را بر عهده آن حضرت گذاشت. نمونه ای از دو دست اخبار در زیر می آید. عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا ابوبکر را با آیات براءت نفرستاد، بلکه او را برای سرپرستی حجاج در ایام موسم حج منصوب کرد. بعد از آن که ابوبکر از مدینه خارج شد، علی علیه السلام را برای ابلاغ آیات براءت فرستاد و به او فرمود همانا این که این کار، یعنی ابلاغ آیات براءت به مشرکان را، کسی نمیتواند انجام دهد به دستور پروردگار مگر من یا تو. واقدی به تفصیل میگوید رسول خدا 20 شتر را با آویختن نعلین به گردن آنها نشاندار کرد برای قربانی، با دست خودش سمت راست آنها را نشانه گذاری کرد و ناجیت ابن جندب اسلمی را مسئول حفاظت و کوچ آنها قرار داد. آنگاه ابوبکر را با عنوان امیر الحاج گماشت و او همراه با 300 نفر از اهل مدینه عازم حج شد. آنها در توقفگاه ارج، یا اسم موضعی است، اسم مکانی است، در توقفگاه ارج بودند که سحرگاه ابوبکر صدای ناقه پیغمبر را شنید که قصوا نام داشت و علی علیه السلام بر آن سوار بود. او به ابوبکر خبر داد که به دستور پیغمبر براءت مشرکان را اعلام خواهد کرد. در نقل مشابهی از جابر بن عبدالله انصاری آمده است که ابوبکر از علی علیه السلام پرسید پیغام رسانی یا به مأموریت آمده ای؟ علی علیه السلام پاسخ داد پیام‌آور هستم، آن حضرت مرا فرستاده است تا آیات براءت را در موقف حج بر مردم قرائت کنم. دسته دیگری از اخبار، قومی، علی ابن ابراهیم قومی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که پیغمبر آیات براءت را به ابوبکر داد تا به مکه برود و در روز قربانی در مقابل مشرکان در منا قرائت کند. اما بعد از آن که ابوبکر از مدینه خارج شد، جبرائیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و فرمود یا عرض کرد ای محمد صلی الله علیه و آله، این کار را باید تنها تو یا شخصی از اهل بیت شما انجام دهد. علی علیه السلام سوار بر ناقه پیامبر به نام عذبا
منزلگاه روحا در منزلگاه روحا به ابوبکر رسید و پیام را از او گرفت تا بر مردم مکه بخواند. شیخ مفید افزوده است که وقتی ابوبکر علی علیه السلام را دید نگران شد، به استقبال او رفت و به پیشواز او رفت و پرسید: ای ابوالحسن، چرا آمده ایم؟ برای همراهی با من یا برای کار دیگری آمده ایم؟ علیه السلام فرمود: رسول خدا مرا فرستاده است تا آیات براءت را از تو بگیرم و با آن پیمانهای مشرکان را باطل اعلام کرده و دستور الهی را اعلام کنم. آن حضرت فرمود: تو را مخیر گردانم که یا بازگردی یا همراه من باشی. ابوبکر نزد رسول خدا بازگشت و عرض کرد: ای پیامبر خدا، شما مرا شایسته کاری دانستید که به خاطر آن مردم به من چشم دوختن و در میانشان شهرتم افزوده فزون شد، اما پس از آن که روانه شدم مرا برگردانیدید، چه شده؟ آیا درباره من آیه ای نازل شده؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: نه، ولی جبرئیل امین نازل شده از سوی خدا پیام آورد که این کار را کسی انجام ندهد مگر خودم یا فردی که از من شمرده شود و علی از من است، کسی جز علی نمیتواند به جای من این کار را انجام دهد. شماره آیات براءت، آیات ابلاغ براءت چه بوده؟ درباره این که چه تعدادی از آیات استاد بخشید، مکان هایی که ذکر شده اسم آبادیا نزدیک به مدینه بودن، یعنی در کجا بودن؟ بین مکه و مدینه بودن بله، نزدیکتر به مدینه بود تا به مکه. بله، اوائل راه بود، بعد از مسجد شجره، مسجد ذوالحلیفه، موقعیت و منزلگاه ذوالحلیفه. این البته آبادی نبود، اسم مکانی بود. و مثلا 300 نفر بودن همراهشون طبق نقل، این یه نقله. نقل دیگر این که فقط 20 نفر بودن. بعد این که مثلا روان تر مثلا بس در مرز میکنم که یک نار نقل اساسی امیرالمومنین که مثلا منصوب که مثلا چه میدونم موسی ترسید بخواد بره پیش فرعون اینا، مثلا با منتیز بعد علی علیه السلام با اینکه از اونا رو کشته بود از اونا قبلتر، که مثلا موسی یه نفر رو کشته بود از فرعونیان، میترسید که چیز کن، ولی ایشون صدها نفرش رو کشته بودن رفتن. ولی اگه نایه نازل خب همین خودش خب یعنی جای یعنی ارزشمند قابل استناده، ولی میگه اگه مثلا آیه نازل نمیشد، یعنی ابوبکر میرفت چون کسی رو از اونا نکشته بود، یه جوری ترسی نداشت، یعنی ظاهرا اینجا نشده که ابوبکر بترسه یا امتناع کنه از رفتن، چون اینا خیلی معمولا ابوبکر و عمر خیلی تو این زمین ها ترسو بودن توی مبارزه رو در رو شدن با مشرکین. اینجا چطور چیزی ذکر نشده؟ بله درسته، همین که شما گفتین صحیحه، چون یعنی خونی به گردن از اونا نداشت، نگرانی نداشت. بله نداشتن. بله، یعنی در هیچ جنگی از جنگ‌های پیغمبر اکرم احدی از مشرکین به دست آنها کشته نشده، شمرده نشد. درباره این که چه تعدادی از آیات سوره توبه به عنوان بخشنامه بر مشرکان قرائت شد، نقل‌های مختلفی در دست است که از ابتدای سوره تا آیه 9، 10، 16، 30، 33، 37، 40 را گفتند. قول مختار علامه طباطبایی 16 آیه است. به این دلیل که 16 آیه نخست با یکدیگر ارتباط معنایی دارند، اما ارتباط آنها با آیات بعدی واضح نیست و تکلف بردار است. اما به نظر می رسد سیاق و ارتباط معنایی آیات از ابتدای سوره تا آیه 22 همساز و مناسب با خطاب به مشرکان است. آیات 17 و 18، 18 سوره توبه، آنها را از مشارکت در امور مسجد الحرام باز می دارد. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم فی النار و فی النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. آیه 17 و 18 سوره توبه. برای مشرکان سزاوار نیست، ترجمه میکنم، برای مشرکان سزاوار نیست و حق ندارند که مسجد خدا را آباد کنند
در حالی که بر ضد خودشان به کفر گواهی میدن، یعنی اعتراف میکنن، اقرار دارن که مشرکن. آنان اعمالشان تباه شده است و آنان در آتش دوزخ ماندگارند. تنها کسی مساجد خدا را آباد می کند که ایمان به خدا و روز بازپسین آورده باشد و نماز را به پا دارد و مالیات زکات را بپردازد و جز از خدا نهراسیده و امید است که اینان از ره یافتگان باشند. فضیلت پنداشتن چنین جایگاهی را ارزش‌های خود ساخته می داند. بله، آیات: اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین للذین یا الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. سوره توبه آیه 19 تا 22، آیات 19 تا 22. ترجمه میکنم: آیا آب دادن به حاجیان و آباد ساختن مسجد الحرام همانند کار کسی قرار دادید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده؟ این دو گروه نزد خدا مساوی نیستند و خدا گروه ستمکاران را راهنمایی نمی کند. کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با اموالشون و جانهایشون جهاد نمودن، نزد خدا رتبه بالاتر و والاتر دارند و تنها آنان کامیابند. پروردگارشان آنان را مژده می دهد به رحمتی از جانب خویش و خوشنودی و باغهای بهشتی که در اونجا نعمتهای پایداری برای آنان خواهد بود. این آیات در راستای آیات پیشین خطاب مشرکانی است که گمان می کردن فعالیت حج کفایت از ایمان می کند. هرچند به عنوان شأن نزول آیات 19 تا 22 از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت علی علیه السلام فرمود: من و عباس عموی امیرالمومنین و عموی پیغمبر اکرم و عثمان ابن ابی شیبه مشغول گفتگوی درباره مسجد الحرام بودیم. عثمان ابن ابی شیبه که از کلیدداران کعبه بود گفت: رسول خدا کلیدداری کعبه را به من سپرده است. بعد از فتح مکه به من سپرده است. عباس گفت: رسول خدا سقایت حاجیان آب زمزم را به من سپرده است و چیزی به تو نفس سپرده است، به علی علیه السلام. علی علیه السلام فرمود: من از شما برترم، زیرا قبل از شما ایمان آوردم، پیش از شما ایمان آوردم و هجرت و جهاد کردم. به دنبال این اختلاف همگی توافق کردند که رسول خدا داور باشد. به دنبال این مفاخره خداوند آیه ذکر شده را نازل فرمود. اما با توجه به سیاق این آیات که بیشتر مناسب با ابلاغ به مشرکان است و این که سوره توبه یک بار نازل شده است، این شأن نزول جای تأمل دارد و به نظر نمی رسد آیات ذکر شده در پی چنین گفتگویی نازل شده باشد، مگر آن که این مفاخره پیش از نزول سوره توبه باشد و بعداً آیات به آن اشاره کرده باشد. در این صورت تعبیر به نزول آیه که در متن این خبر آمده است از باب مسامحه است. اختلاف سیاق میان 22 آیه نخست با آیات بعدی نشانگر ضعف اخباری است که بیش از آیه 22 را جزء آیات براءت شمرده اند. برای مثال آیه 25 خطاب به مسلمانان و درباره ضعف آنها در جنگ حنین است و طبیعتاً برای ابلاغ به مشرکان مناسب نیست. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا، آیه 25 سوره توبه. در روز حنین، آن هنگام که شمار زیادتون شما را به شگفت آورده بود، الی آخر آیه. حنین چه سالی بود؟ جنگ حنین؟ بله، بعد از حجت الوداع پیغمبر اکرم بود. بله، که مشرکین منطقه طائف اینا جمع شده بودند که با پیغمبر اکرم بجنگن و خبر به پیغمبر اکرم رسید و لذاست که از مکه به قصد حنین، موقعیت حنین
رفتند و با اونها این جنگ حنین واقع شد. مثلا مگه سال 9 نیست این مسجد ولا که سال 10 بود؟ من اشتباه عرض کردم، باید برگردم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. برای همونی که شما گفتید سال 9 یعنی بعد از فتح مکه که در سال 8 واقع شده بود و فتح یعنی جنگ حنین در سال 9 واقع شد، اما قبل از حجت الوداع، بله نه بعد از حجت الوداع. همچنین آیه های 36 و 37 ماه های چهارگانه حرام را مقرر و نسیع را تحریم کرد. ابلاغ این آیات نیز به مشرکان موجه نیست، چرا که نه تنها نهی قرآن برای آنها اهمیتی ندارد و به آن اعتنایی نداشتند، بلکه اساساً آنها باید تا 4 ماه دیگر مکه را برای همیشه ترک کنند و این خود مسلمانان هستند که طلایه‌داران مکه خواهند بود. بنابراین روی سخن این آیات با مسلمانان است، مگر آنکه گفته شود از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، که در خبری از امام صادق علیه السلام به در میگویم تا دیوار بشنود، به مشرکان ابلاغ شده باشد. سوره توبه و ابلاغ آیات براءت. از امام علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا به او دستور داد که به علی علیه السلام دستور داد که به مشرکان بگوید برهنه طواف نکنند و بعد از این سال هیچ مشرکی به مسجد الحرام نزدیک نشود. خدا به مشرکان اجازه داد حج انصار را به جای بیاورند و به آنان 4 ماه مهلت داد که به مکانهای امن خیش بازگردند. پس از آن در هر جای مکه یافت شوند کشته می شوند. فردی پرسید اگر کسی بخواهد پس از پایان مدت 4 ماهه محمد صلی الله علیه و آله را ملاقات کند در حالی که عهد و پیمانی با او ندارد چه کند؟ علی علیه السلام پاسخ داد او می تواند رسول خدا را ملاقات کند. این پاسخ بر مبنای آیه از همین سوره بود که و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، آیه 6 سوره توبه، همین سوره براءت. و مثلا اگر این یک استناد این آیه میخوای ترجمهش رو بفهمم، میگم که این آیه استناد اینه که مثلا غیر مسلمانان میتونن بیان چون در سرزمین اسلامی آشنا بشن، مطالعه اسلامی داشته باشن، حالا خواستن مسلمان بشن یا نخواستن برگردن، فکر کنم استنادش به همین آیه است، درسته؟ درسته درسته. یعنی این آیه آیه امن دادن، امان دادن به مشرکین برای گوش کردن به آیات الهی، آیات وحی خدا، قرآن. و البته آیات قرآن در واقع اینجا کنایه و اشاره به هر چیزی است که مربوط به آیات الهی باشد. حالا سید ابن طاووس، سید علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس، این اسم کامل سید ابن طاووسه. طاووس اسم جدشه، خودش اسمش سید علیه، فرزند موسی، فرزند بله علی ابن موسی ابن جعفر، که جعفر پسر طاووس بوده. حالا حالا سید طاووس به کدوم یکی از ائمه میرسید جد؟ یعنی به کدوم که سادات، کدوم که امام سادات؟ حسن، اینا حسنی هن، سادات حسنی هن و در قرن نیمه قرن هفتم هجری در حله بودن. حله در اون وقت مرکز حوزه علمی شیعه بود که بعد منتقل شد به کربلا و نجف اشرف. حالا سید ابن طاووس به تفصیل میگوید علی علیه السلام به عرفات مزدلفه و از آنجا به منا رفت و در آنجا قربانی و حلق را انجام داد، وانگاه بر کوه شعب ایستاد و 3 مرتبه با صدای بلند اعلام کرد ای مردم آیا نمیشنوید؟ من فرستاده رسول خدا به سوی شما هستم. سپس آیات سوره براءت را بر آنها قرائت تلاوت نمود. این آیات یعنی اعلام عهد عدم تعهدی است از طرف خدا و فرستاده اش نسبت به کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بستید. این ترجمه آیات اوائل سوره براءت. پس 4 ماه مهلت دارید که آزادانه در زمین گردش کنید و بدانید که شما عاجز کننده خدا نیستید و بدانید که خدا رسول کننده، یا بخشید که خدا رسوا کننده، معذرت بخواهم، که خدا رسوا کننده کافران است. و این آیات اعلامی است از طرف خدا و فرستادهش به مردم در روز عید قربان حج بزرگ به این که خدا و فرستادهش نسبت به مشرکان تعهدی ندارد و اگر توبه کنید پس از آن برای شما بهتر، پس آن برای شما بهتر است و اگر روی برتابید
پس بدانید که شما عاجز کننده خدا نیستید و کسانی را که کفر ورزیدن به عذابی دردناک مژده ده، مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بستید. سپس هیچ چیزی از تعهدات خود را نسبت به شما فروگذار نکرده باشند و هیچ کس را بر ضد شما پشتیبانی ننموده باشند. پس پیمان آنان را تا پایان مدتشان نسبت به آنان محترم بدارید، چرا که خدا پارسایان و خودنگهداران را دوست دارد و هنگامی که ماهای حرام سپری شد، پس مشرکان را هر کجا آنان را یافتید به قتل برسانید و آنان را به اسارت بگیرید و آنان را بازداشت کنید و در هر کمینگاه بر سر راه آنان بنشینید و اگر توبه کنند و نماز را بپا دارند و مالیات زکات را بپردازند، پس رهایشان سازید، چرا که خدا بسیار آمرزنده و مهرورز است. اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی خواست، پس به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود، سپس او را به محل امنش برسان. این بدان سبب است که آنان گروهی هستند که نمی دانند چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و نزد فرستاده‌اش خواهد بود، مگر کسانی که کنار مسجد الحرام با آنان پیمان بسته باشید و تا هنگامی که با شما بر عهد خود پایدار باشند، شما نیز بر عهد آنان پایدار باشید، چرا که خدا پارسایان و خودنگهداران را دوست دارد. چگونه برای مشرکان پیمانی باشد و حالان که اگر بر شما غالب شوند، چیره شوند، در باره شما هیچ پیشاوندی و هیچ تعهدی را رعایت نمی کنند. شما را با سخنانشان خوشنود می کنند و حالان که دلهایشان امتناع می ورزد و بیشتر آنان نافرمون بردارند. مشرکان آیات خدا را به بهای اندکی فروختند، مردم را از راهش باز داشتند، براستی که بعد از آن چرا آنان همواره انجام می دادند. توبه آیه 1-9. او شمشیرش را تکان داد و این امیرالمومنین علیه السلام شمشیرش را تکان داد و این آیات را چندین بار تکرار مکررن تلاوت کرد تا همه مردم آن را بشنوند. علی علیه السلام در چند روزی که آنجا بود، صبح و شام آیات براءت را بر همگان تلاوت می کرد، از جمله این که اعلام می کرد کسی حق ندارد بر برهنه کعبه را طواف کند و بعد از امسال مشرکی حق ندارد به مسجد الحرام نزدیک شود. این چهار ماه شامل 20 روز از آخر ذوالقعده و ماهای ذوالحجه و محرم و صفر و 10 روز از ماه ربیع الاول می شد. حلبی یعنی محمد ابن علی ابن شهرآشوب حلبی مازندر، حلبی مازندرانی، از ابن صوفی روایت کرده که وقتی علی علیه السلام به مدینه بازگشت، پیامبر این آیات را خواند و اذ نادا ربک موسی، بله، ان ائت القوم الظالمین، قوم فرعون، الا یتقون، قال رب انی اخاف ان یکذبون و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الى هارون ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. شعراء آیه 10-14. قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. سوره قصص آیه 32 آیه 33-34. و یاد کن، ترجمه میکنم، یاد کن هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم ستمکار برو، همون قوم فرعون، آیا از ستمکاری و کفر خود نگهداری نمی کنن؟ موسی گفت پروردگارا، در حقیقت من می ترسم که مرا تکذیب کنن و سینه ام تنگ می شود و گره زبانم باز نمی شود. پس رسالت را به سوی هارون نیز بفرست و آنان برگردن من پیامد گناه قتل نوشته دارند، پس می ترسم که مرا بکشن. موسی گفت پروردگارا، در واقع من شخصی از آنان را کشتم، پس من می ترسم که مرا بکشند و برادرم هارون، او زبانی واضح‌تر از من دارد، پس او را یاوری کن، بله، پس او را یاوری همراه من بفرست که مرا تأیید کند، چرا که من می ترسم که مرا تکذیب کنند. و گفت خدایا، این برادرم علی است،
که او برای قرائت آیات براءت به مکه فرستادم، او که عده زیادی از اهل مکه را کشته بود ولی نترسید، لحظه ای درنگ نکرد و در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری نهراسید. سوره آل عمران و آیات مربوط به مباهله نصارای نجران یمن با پیغمبر اکرم. استاد پیغمبر تو این داستان امین ابلاغ و امین توبه به یک بله معنا میشه گفت که حالت یعنی اولتیماتوم یک طرفه از سمت مثلا خدا و رسولش بود دیگه، دور چیز معنی معاهده ای به معنای اونا نه که دفعه قبل بود که اونا پیمان شکنی میکردن، اگه جاهای دیگه تو قرآن میفهمن که اگه اونا پیمان رو دور انداختن تو هم دور بنداز، نبود. اینجا دیگه یک اولتیماتوم یک طرفه است، اگه درست بفهمم. درست اینجوری بله که پیمان شکنی دارن میکنن، یعنی اولتیماتوم نهایی که 4 ماه دارین و دیگه بعدش هیچ، اینجوری که پیمان شکنی قراره 4 مثلا بکنن. من واضح میگم، نظرم بله درست یعنی میگم پیمان نسبت شکنی اونا نمیکنن خودش، از همین که یعنی اولتیماتوم یعنی پیمانی نیست به یک معنا. بله پیمانی نیست بین مشرکین و مسلمانان، درسته، اشکالی نداره. سوره آل عمران و آیات مباهله. پیغمبر صلی الله علیه و آله نامه ای به اسقف های نجران فرستاد که در آن چنین آمده بود: به نام خدا، پروردگار ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب را سپاس میگویم، شما را به عبادت خدا به جای عبادت بندگان و به ولایت خدا به جای ولایت بندگان فرا میخوانم. اگر نمیپذیرید جزیه بپردازید، وگرنه به شما اعلام جنگ میکنم. از امام صادق علیه السلام. بله، متن این نامه در تاریخ یعقوبی و همچنین در کتاب مکاتیب الرسول مرحوم آیت الله علامه شیخ حسین علی احمدی میانجی آمده که در 4 جلد، البته ابتدا در 2 جلد نوشته بودند و بعد از پیروزی انقلاب اعاده چاپ کردند و در 4 جلد در چاپخانه های دارالحدیث مرحوم آیه ریشهری چاپ شد. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ریاست هیئتی که از نجران آمده بودند بر عهده 3 نفری به نامهای ابهم و عاقب و سید بود. آنها وارد مسجد پیغمبر شدند و هنگامی که وقت نمازشان فرا رسید، ناقوسی که به همراه داشتند را به صدا درآوردند و برای برپایی نمازشان صف کشیدند. اصحاب پیغمبر اکرم به رسول خدا عرض کردند، با تعجب عرض کردند: رهایشان گذاریم تا در مسجد شما چنین کنند. آن حضرت فرمود: کاری به آنها نداشته باشید. آنان پس از اتمام نمازشان نزد رسول خدا آمدند و پرسیدن: مردم را به چه چیزی دعوت می کنی؟ فرمود: به این که شهادت بدهن خدایی جز خدا نیست و من فرستاده خدا هستم، این که عیسی بنده و آفریده خدا بوده، همانند دیگران غذا می خورد و آب می آشامید و بسامد این کار را نیز داشت. پرسیدن: اگر چنین است بگو پدرش چه کسی بوده؟ در این حال وحی بر پیغمبر نازل شد که از آنها بپرسند: درباره آدم چه میگویید؟ آیا بنده و مخلوقی بوده است که غذا میخورده، آب میشامیده و ازدواج کرده؟ آنان پاسخ دادند: آری. و پیغمبر پرسید: پس پدر او چه کسی بوده؟ نجرانیان با حیرت ساکت شدند و خداوند نازل کرد: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، الحق من ربك فلا تكن من المشركين بخشید فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين، ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. سوره آل عمران آیه 59 تا 63 یا آیات 59 تا 63. در واقع مثال، ترجمه میکنم آیات را، در واقع مثال عیسی نزد خدا همچون مثال آدم است که او را از خاک آفرید، سپس به او گفت باش، پس او فورا موجود شد. این مطالب حق از جانب پروردگار توست، پس از تردید کنندگان مباش. و هرگاه بعد از دانشی که تو را حاصل آمده باز کسانی در مورد آن با تو
بحث و ستیز به بحث و ستیز برخیزند، بگو بیایید پسرانمان پسرانتان، زنانمان زنانتان، خودمان خودتان را دعوت کنیم، سپس مباهله کنیم، لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. در واقع تنها حکایت های حقیقی مسیح همین است و هیچ معبودی جز خدا نیست. قطعا تنها خدا شکست ناپذیر فرزانه است و اگر روی برتابند، پس در حقیقت خدا به حال فسادگران داناست. پس از آن رسول خدا فرمود با من مباهله کنید، اگر من راستگو باشم لعنت خدا بر شما نازل می شود و اگر من دروغگو باشم لعنت خدا بر من نازل می شود. آنها گفتند منصفانه حکم کردی یا منصفانه داوری کردی. آنگاه برای مباهله قرار گذاشتند و از یکدیگر جدا شدند. بزرگان و رؤسای مسیحیان گفتند اگر محمد صلی الله علیه و آله همراه قومش برای مباهله آمد، روشن می شود پیامبر نیست، پس با او مباهله بکنیم. اگر همراه خیشتانش نزدیکانش برای مباهله آمد، با او مباهله نمی کنیم، زیرا او در صورتی که همراه خیشاوندان نزدیکش به مباهله آمد که در بله به مباهله می آید که در ادعایش صادق باشد. صبح روز 24 ذی الحجه هیئت نصرانی و رسول خدا با همراهانشان حاضر شدند. نصارا پرسیدند آنها چه کسانی هستند؟ به آنها گفته شد این مرد پسر عمو و وصی و دامانش علی، دامادش علی ابن ابی طالب است، این زن دخترش فاطمه است و این دو حسن و حسین نوه های او هستند، فرزندان او هستند. نصارا با مشاهده این وضع به رسول خدا عرض کردند ما را از مباهله معاف بدار، هر تصمیمی درباره ما بگیری بدان گردن می نهیم. ابان ابن عثمان ابن احمر بجلی کوفی که از ایرانیان کوفه بود، از حسن بصری روایت کرد که اونم باز بله از ایرانیان بلعصاله بوده، از حسن بصری روایت کرده است که صبح زود رسول خدا در حالی که دست حسن و حسین را به دست گرفته بود و علی علیه السلام جلوی او و فاطمه پشت سر او حرکت می کردند، پیش می آمد عاقب و سید، دو نفر رؤسای نصارای نجران، نیز همراه دو فرزندانشان پیش آمدند. ابو حارثه پرسید اینها چه کسانی هستند؟ گفتند آن مرد پسر عمو و دامادش است، این دو پسران دخترش هستند و این دخترش عزیزترین و نزدیکترین فرد به اوست. رسول خدا پیش رفت و زانوهایش را بر زمین گذاشت. ابو حارثه گفت به خدا قسم که همانند انبیا برای مباهله زانو بر زمین زده و خود برای مباهله پیش نرفت. سید به او گفت ای ابو حارثه برای مباهله پیش رو. او پاسخ داد من مردی را میبینم که آمادگی کامل برای مباهله دارد و می ترسم در ادعایش راستگو باشد و آن وقت است که هیچ مسیحی در دنیا زنده نمی ماند. پس از آن گفتن ای ابوالقاسم ما با تو مباهله نمی کنیم، مصالحه می کنیم. بدین ترتیب رسول خدا با آنها مصالحه کرد. در خبری آمده است که هارون الرشید از امام کاظم علیه السلام پرسید شما چگونه می گویید از ذریه رسول خدا هستید در حالی که فرزند پسری از فرزند پسری از او باقی نمونده و شما فرزندان دختر او هستید؟ امام کاظم علیه السلام جواب او را داد تا اینکه فرمود آیا باز هم دلیل بیاورم یا همین مقدار کافی است؟ گفت باز هم بگو. آنگاه آیه مباهله را حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تلاوت کرد و فرمود هیچ کس ادعا نکرده است که رسول خدا هنگام مباهله با نجرانیان یمن کسی غیر از علی و حسن و حسین و فاطمه را همراه خود آورده باشد، که این تأویل قول خداوند است ابناءنا و ابناءکم، حسن و حسین، نساءنا و نساءکم، فاطمه علیه السلام و انفسنا علی علیه السلام است. پس ابناءنا حسن و حسین و نساءنا فاطمه و انفسنا علی علیه السلام است. گفتنی است که درباره همراهان پیغمبر در مباهله دو ادعای عجیب از ابن عمر قرشی و ابن عساکر شامی دمشقی مطرح شده است. ابن عمر قرشی نیز هرچند ادعا نکرده است که فرد دیگری غیر از فرزندان پیغمبر در مباهله حضور داشت، اما نام علی را از جمع حاضران در مباهله حذف کرده است. ابن عساکر شاید هم مثلا بهانش این بوده است که او واضح است همه قبول دارند جای حرف نیست و لذا است که من مثلا ذکر نکردم.
ابن عساکر دمشقی به نقل از امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام آورده است که رسول خدا ابوبکر را همراه فرزندانش و عمر را همراه فرزندانش و عثمان را همراه فرزندانش و علی را همراه فرزندانش برای مباهله آورد. حالا ببینید تحریفات تا کجا میرسه که باید یکی از ابیات سروده خود وی، بله سروده خود وی را برایش خوان. بله علمت را از کتابها و بدون استاد مگیر که به تصحیف اشتباهات نوشتاری غیر عمدی در نسخه ها گرفتار خواهی شد، همانند آن که به درد عضلات گرفتار شده و به خود می پیچد. این در واقع شعری است عربی در هشدار دادن به این که بر نوشته ها به طور کلی نمی شود اعتماد کرد، باید حدیث مسند باشد تا اعتماد شود. چه اصلا بسا عربیش هم باید تو کتاب بیارید بهتره، چون یک جوری عربیشو نرید در ترجمهش رو بیارید، بیت شعر رو منظورمه بله، حالا عربیشو بهتر میشه. در کتاب عربیم که هست، اما خب اینجا فقط ترجمه شعر رو آورده و حالا بخوام از کتاب در بیارم یه خورده فاصله نه میشه. نه ولی از کتاب برای چاپ میگم، همین بخواد چاپ بشه این کتاب بعد دوباره بیارید خوب میشه. بسیار خوب، پیشنهاد خوبی است. چه بسا او آنچه در مباهله در باره مباهله نقل نموده را از کتابها برگرفته و به آسیب تحریف گرفتار شده. گفتنی است که این شعر را دارم ترجمه میکنم مجددا. گفتنی است که بنابر سخن سید مرتضی و شیخ طوسی و تبریزی که از علمای قرن ششم و پیش از آن هستند، هیچ کس ادعا نکرده است که غیر از اصحاب کسا شخص دیگری نیز در مباهله باشد. این نشان می‌دهد که ادعای حضور افراد دیگر در مباهله بعد از قرن ششم مطرح شده. پیمان نامه صلح با نجرانیان، یعنی سوالی چرا خب یعنی نصر خب شرایطشون هم شباهت های داشت هم تفاوت های، ولی چرا دستور مباهله رو الله عز و جل به پیامبر اکرم برای یهودیان ندادن تو اون سالها؟ چون اینجا هم ظاهرا از طرف پیامبر از طرف خداونده که اونا درخواست مباهله نمی کنن، تا که خداونده که در درخواست پیشنهاد مباهله، چرا برای یهودیا کار نکردن؟ ظاهرا همین علم خدا به این که اونا به قدری معاند و لجوج و لجباز هستند که این پیشنهادی را که مسیحیان نجران پذیرفتند، اونها یعنی یهودیان، جهودان، حالا به تعبیر فارسی قدیم جهودان مدینه، نمیپذیرند. بله این نشان میدهد که اینو خوندیم، پیمان نامه صلح با نجرانیان. چنانچه گذشت، نجرانیان از مباهله منصرف شدند و پیشنهاد صلح را مطرح کردند. پیامبر پذیرفت که با آنها مصالحه کند و بدین ترتیب قرارداد زیر میان طرفین منعقد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه ایست از محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر و فرستاده خدا به سوی اهل نجران یا برای اهل نجران و حوالی آن. حوالی آن یعنی نجران مرکزیت داشت و اطرافش دهات مختلفی متعددی بوده، لذا این جمله اضافه شده. و حوالی آن از اموالی که در اختیار دارند چیزی از آنها گرفته نمی شود غیر از 2000 حوله از حوله های اواقی که ارزش هر کدام 40 درهم باشد و اگر از این مبلغ بیشتر باشد یا کمتر به درهم جبران شود. 1000 عدد از این حوله ها را در ماه صفر و 1000 عدد دیگر را در ماه رجب که نیمه سال عربی قمری خواهد بود تحویل دهند. همچنین بر عهده آنهاست که 40 دینار یعنی 40 اشرفی طلا بابت هزینه فرستاده من بپردازند و بر عهده آنان است که در هر آشوبی که یک یمنی در یمن ایجاد کند 30 زره، 30 اسب و 30 شتر را به صورت امانت مورد ضمانت برای برخورد با آشوبگران و برقراری امنیت در اختیار سپاهیان اسلام قرار دهند. در مقابل آنان در پناه خدا و ذمه رسول خدا عهده رسول خدا محمد بن عبدالله خواهند بود. هر کس بعد از این سال رباخاری کند از ذمه مسلمانان بیرون است و هیچ کس به جای جرم و جنایت دیگری دستگیر و مؤاخذه نمی شود. نویسنده این پیمان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود
عمرو ابن عاص و مغیره ابن شعبه نیز به عنوان شاهدان آن را امضا کردند. به رغم متنی که به عنوان مصالحه با نجرانیان یمن در منابع مختلف آمده، علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر میگوید پیامبر با آنها مصالحه کرد که جزیه بپردازند. گفتنی است که قرارداد صلح با نصاران نجران به معنای فتح تمام سرزمین نجران نبود، زیرا اهل نجران دو گروه بودند، اهل کتاب یا همان نصارا و مردمانی که اهل کتاب نبودند. طرف این مصالحه تنها نصارا بودند، اما درباره غیر اهل کتاب پیامبر خالد ابن ولید را به سوی آنها فرستاد تا ایشان را به اسلام فراخواند. مرحوم احمدی میانجی نیز گفته است پیامبر اکرم با نصارای نجران قبیله بنی حارث ابن کعب مصالحه کرد، سپس خالد ابن ولید را به سوی دیگران فرستاد. نزول سوره آل عمران. بله، البته خوب اینجا تکمیل کنم که بله، مرحوم آیت الله خویی یه منظومه شعری درباره مناقب و فضائل امیرالمومنین علیه السلام، همون ایامی که خدا بیامرزد مرحوم استحمد آقا فرزند مرحوم امام ابیات شعری را از مرحوم امام منتشر کردند، مرحوم آقای خویی در نجف اشرف بستری بود و گویا شعر گفتنش گرفته بود. تا اون وقت شعری از ایشون نقل نشده بود، اما گویا شعرگویی امام و نشر شعر امام موجب شد که ایشون هم درباره امیرالمومنین شعر گفت و بعد در صدد شرح این شعر برآمد که مرحوم علامه آیت الله حاسد محمد مهدی موسوی خرسان نجفی ابیات شعری مرحوم آیت الله خویی را شرح کرد در 3 جلد، هر جلد بیش از 500-600 صفحه، به اسم علی امام البرره. و ایشون در اونجا نظرش هست که ادله شام آورده که علی علیه السلام از طرف پیغمبر به یمن 4 بار فرستاده شده که 4 قبیله بزرگ یمنی عمدتا همدانیان یمن و ازدیان بر دست امیرالمومنین علیه السلام مسلمان شدند و چون به دست امیرالمومنین وارد اسلام شدند در 1 نیم روز یعنی دعوت علی علیه السلام و نفس علی طوری جاذبه داشت برای اونها که دعوت خالد بن ولید را زیر بار نرفته بودند، اما دعوت علی علیه السلام را زیر بار رفتند و مسلمان شدند. ولذا همدانیان و از دیان یمن اینها عمدتا علاقمند به امیرالمومنین شدند و در جنگ های امیرالمومنین یعنی جنگ جمل و بعد جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بودند. ولذاست که از امیرالمومنین هم شعری در مدح همدانیان یمن نقل شده است که اذا كنت بوابا على باب جنت لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، اگر من دربان بهش باشم که امیرالمومنین علیه السلام طبق احادیث متواتر و مستفیض پیغمبر اکرم که شیعه و سنی نقل کردن دربان بهش، بلکه مقسم بهشت و جهنم بر کفار و مسلمانان مؤمنان خواهند بود. ولذا حضرت فرمود اگر من دربان بهش باشم همدانیان را بدون توقف وارد بهش می کنم. خب حالا برگردیم سر نزول سوره آل عمران. چقدر جالبه که این چند دفعه پیشم صحبت شد که در این سالهای پایانی چقدر حدیث در شأن امیرالمومنین و فضائل اهل بیت زیادتر شده در اون سالهای پایانی نزول. الان مثلا طوریه که تو ماه ذوالقعده امیرالمومنین برای سوره توبه رو بلاغت رو ابلاغ توبه رو بردن و در ذوالحجه یعنی 1 ماه بعد نشده، بعد مباهله رو باز دارن ایشان و انشتن، یعنی پشت پشت ماه به ماه دارن طور سایات سوره ها داریم. احسنتم ای حیدر هم نام حیدر. سلامت. نزول سوره آل عمران. درباره نزول سوره آل عمران 2 دسته اخبار در دست است. اول، نزول پس از سوره انفال از امام علی علیه السلام روایت شده که پیامبر به وی فرمود اولین سوره ای که در مدینه نازل شد بقره و سپس انفال و سپس آل عمران بود. عکرمه نیز گویا به نقل از ابن عباس میگوید اولین سوره های نازل در مدینه مطففین و بقره و انفال و سپس آل عمران بود. اگر نزول آل عمران پس از انفال باشد، یعنی در سال 3 هجری تقریبا نازل شده باشد.
این یک دسته از اخبار، دسته دیگر نزول پس از ماجرای نصارای نجران از ربیع ابن انس و ابن اسحاق و کلبی نقل شده. کلبی یعنی هشام ابن محمد ابن صائب کلبی کوفی نسابه متوفای 204 یا 206 هجری. بله، نقل شده که سوره آل عمران تا حدود آیه 80 و اندی درباره هیئت نجرانی یمنی نصارای نجران نازل شد که در سال نهم وارد مدینه شده. بنابراین با توجه به این دو دسته اخبار و اسباب نزول آیات این سوره به نظر می رسد آل عمران به استثنای آیات مربوط به هیئت نجرانی در میانه سال سوم هجری نازل شده و در اواخر سال نهم هجری با نزول مربوط به جریان مباهله تکمیل شده است. گفتنی است برخی پنداشتن هیئت نجرانی در سال دهم هجری به مدینه آمده که صحیح به نظر نمی رسد، چرا که در حجة الوداع در ذوالحجه سال دهم علی علیه السلام از یمن با حوله های یمنی به پیغمبر پیوست. با توجه به این که پیمان نامه در ذوالقعده امضا شده و اولین موعد تحویل حواله ها دو ماه بعد از پیمان در ماه صفر بوده، علی علیه السلام نمی توانست در همون ماه عقد قرارداد یعنی ذوالحجه حوله را در همون ماه عقد قرارداد یعنی ذوالحجه حوله ها را تحویل گرفته باشد و برای حجۃ الوداع به پیغمبر پیوسته باشد. بنابراین پیمان نامه یک سال پیش از حجۃ الوداع یعنی در سال نهم منعقد شده، سال دهم هجرت. بر اساس شواهد تاریخی سوره مونده در سال دهم هجری، بخشید سوره مائده، از بس که خطش ریز متاسفانه گاهی همزه به صورت نقطه تلقی میشه. بله، استاد سوره... چون سال وارد سال دهم ده داریم میشیم و الان 10 دقیقه وقت داریم، میخواین به پرسش پاسخ اختصاص بدیم 10 دقیقه رو؟ بله، پیشنهاد خوب قبول، بفرمایید. خیلی ممنون. یک از دوستان آقا مصطفی سوال شفاهی دارن، بعد یک از دوستان هم سوال کتبی دارن که من میخونم. بله، مصطفی و سه محمد، مرتضی و سه علی، جعفر و موسی و زهرا، یک حسین و دو حسن، اینم 14 معصوم در یک بیت شعر نصاب الصبیان ابو نصر فراهی. چنین گوید ابو نصر فراهی کتاب من بخوان گر علم خواهی. بفرمایید. فراهی شیعه 12 امامی بود؟ فراهانی؟ نه، این فراهانی بوده یا فراهی بوده. اگر فراهانی بوده، فراهان مال عراقه و علی القاعده این منطقه شیعه بوده، اما اگر فراهی باشه، فراه مال افغانستانه و سرش اختلافه که آیا این فراهی بوده یا فراهانی بوده. بفرمایید. ولی 14 معصوم رو توی شعر آورده، خودش جالبه. حالا البته باز اینم درش اختلافه که آیا این از نص، از متن نصاب الصبیانه یا از ملحقات نصاب الصبیانه. رفتیم مشهد و در فردوسی یه سالن بزرگی بود و نسخه های تاریخی شاهنامه فردوسی رو گذاشته بودن، 4 نسخه تاریخی گذاشته بودن، در هر نسخه قصیده ای در مدح یکی از خلفای اربعه یا 4 یار نبی به اصطلاح بود. و خب اونایی که قبول ندارن میگن که اینا رو ملحق به شاهنامه کردن، اما یه عده هم قبول دارن میگن که این مال وقت سنیگریش بودی که بعد شیعه شده. بله، بفرمایید. آقا مصطفی بفهم. سلام علیکم جناب استاد و همه دوستان. خیلی متشکرم. پیش مبارک باشه. سلامت باشین. راجب این مبحث این سوره و این آیه مخصوص که فرمودید، من مدتی پیش یه مطلبی خوندم، بعدش تحقیقی هم کردم در موردش و این دیدم قضیه درسته. با چند تا استاد عربی هم در قوم صحبت کردم، اتفاقا یکیشون شاگرد شما بودن دوران فوق لیسانسشون، شما استاد راهنماشون بودید. بعد سلام آقای احسان قرائتی که پرسیدم، حالا میخواستم اینو با شما هم چک کنم، چون وقتی پرسیدم اونجا اینو تایید کردن که در این آیه که از لغت نبتهد اومده، این از باب افتعال، تو البته متنشو گذاشتم تو چت دارم از روهم میخونم، و مباهله از باب مفاعله هستش که تفاوت این دو مصدر به تبعشون دو فعل توی معنی بسیار زیاده. بعد اونجوری که این محقق حالا این رو بحث کرده و پیغامش خیلی طولانی هم هستش، راجع به جملات شرطی صحبت میکنه، میگه که چه اتفاقی بوده در طول تاریخ که این مباهله اومده به جای ابتهال کم کم استفاده شده، کم و در ضمن مباهله به ملاعنه اومده، تغییر معنا داده و
توضیح داده که ابتهال به معنی تضرع و درخواست با اصرار و پافشاری، اما با بردنش به باب مفاعله در حالی که هر دو طرف فاعل میشن، در حال وقتی نبتهل باشه یه طرف فقط فاعلن، ساختار مصدر مباهله میاد گویی برای طرف مقابلم، یعنی اون اهل مسیحیان اونجا میاد یه شأن و بابی باز میکنه، بعد وارد بحث جملات شرطی میشه. قشنگ اینا رو توضیح میده، حالا چون پیغام طولانی بود جا نشد توی چت بنویسم. توضیحاتی که میگه کاملا درسته و سوالی که مطرح میکنه، میگه آیا واقعا مثلا خدا در آخرین سالها و مثلا ایام زندگی حضرت رسول فقط میان مشرکان و کافران رو دعوت میکنن که بیایید و پیغمبر و اهل بیتش رو لعنت کنید اگر میتونید، یا این داستان واقعا داستان چیز دیگه بوده که حالا محقق میاد به نظرش رو میگه، میگه داستان واقعا بحث ولایت بوده، ولایت امیرالمومنین. واسه اینو با شما چک کنم که این بحث عربیش که پیش اومده و این تغییر معنا، تغییر مصدر و تغییر بابی که از رخ داده از کجای تاریخ بوده، چون اونجوری هم که در آیه قرآن هم هست نبتهل هستش، مباهله نیستش اصلا جایی. خیلی ممنون. نبتهل هست، اما در خود آیه باز آمده فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. بنابراین احتمال مباهله حالا یا ابتهال بر معنای لعنت قابل انکار نیست، خلاف نص آیه است، متن آیه است. اما اینکه این کلمه گاهی به باب افتعال گاهی به باب مفاعله به کار برده میشه، این قول جای انکار نداره، جای مناقشه نداره. بنابراین اینی که به این دو معنا به کار برده شود درست، اما جا به جا کنه برو جا به جا کنه استعین. اما اینجا رو نمیشد منکر معنای لعنت بشویم. اگر کسی تشکیک در بله مشتمل بودن بر معنای لعنت باشد، معناش این است که غفلت کرده است از متن آیه که فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این خلاصه ای کلامه. اگر آیه نام شریفشون احسان قرائتی بود، بله بله های ستوده قرائتی ستوده، بله، اگر سلام من رو به ایشون برسونید و اگر ایشون منکر اصل لعنت نیستن حرفشون درسته. نه نه نه، ایشون این محقق این قضیه ایشون نبودن، میگم با ایشون هم و برخی از دوستانی که در قم بودن چک کردم بحث عربیش رو، عربیش نمیشود در آیه گفت که به معنی لعنت نیست، چرا که بعدش بلافاصله گفته فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. بنابراین به هر معنایی باشد مشتمل بر معنی لعنت بوده. یعنی صلحی که در اینجا میشود داد بین طرفین اگر مناقشه ای در کار باشد، این است که از کلماتیش در عربی هم کلمات اینطوری کم نیست، بله، که به هر دو معنا به کار برده میشود حسب قرینه سیاق فهمیده میشه که اینجا به کدوم معنا به کار رفته است. اما با وجود فنجعل لعنت الله دیگه نمیشود اینجا را مشتمل بر معنای لعنت ندانست. والحمدلله. بله البته میگم اینجوری که چون پیام طولانی برای آقای هیدر انشالله میفرستم، محقق نگفته که منکر لفظ و معنی لعنت نشده، میگه مورد محاجه چیز دیگری بوده. بله بسیار خوب، منافات نداره همین اندازه که منکر لعنت نباشه. بنابراین اصل مباهله یا ابتهال به معنای لعنت درسته، و حالا ممکنه معنای دیگری اگر دلیلی در کار باشد قبول باشد. و گفت که به قول آقایون افغانی ها میگه که مطلب از من قرار است برادر. درسته، خیلی ممنون. بسم الله. خیلی ممنون استاد. آقا سعید سوال بعدی رو بفهمید. سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشین آقا، روز شما بخیر باشه، ایام و اعیادم بر حضرت عالی انشاءالله مبارک. از پیروان من دو تا سلامت باشی، سلامت باشی، ممنونم، متشکرم. دو تا سوال داشتم خدمتتون، سوال کوتاه یه سوال شاید بلندتر. سوال کوتاه اینه که من میخوام ببینم در تاریخ اسلام از بعد از نزول آیه مباهله ما سابقه انجام یک مباهله موفق رو داریم یا نه. این سوال اوله. سوال دومم اینه که بله بفهم همین اول جواب بدم، این در روز عاشورا در همون مقتل صحیح ابی مخنف که من جمع‌آوری کردم و به ترجمه های متعددی هم شده، اونجا آمده است یه نفر از اصحاب امام حسین علیه السلام با یه نفر از اصحاب عمر سعد مباهله کردن و مباهلشون همونجا مستجاب شد. یعنی طبق نفرین اون کسی که از اصحاب امام حسین علیه السلام بود،
اون شخصی که از اصحاب عمر سعد بود به همون کیفیتی که اون نفرین کرده بود به قتل رسید و بنابراین و همچنین در روایات دیگر هم هست از ائمه علیه السلام میپرسند که مباهله حکمش همچنان جاری است و ائمه علیه السلام میفرمان بله، بنابراین نفی نشده، نسخ نشده، از بین نرفته از اصل مباهله. بفرمایید. ممنون و متشکر. سوال دوم این که حالا متناسب با ایام ولادت حضرت ولی عصر علیه السلام، حالا فکر کنم این چند دقیقه آخر یک فرصت داشته باشیم، محبت بفرمایید اگر در مورد آیاتی از قرآن کریم که در رابطه با حضرت ولی عصر علیه السلام هست و این ربط به ایشون رو خود مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم گفته باشن. اینو ممنون میشم اگر آیاتی رو، یک چندهایی رو اگر بفرمایید، انشالله رحمتی امشب ما هم بشه. خواهش مونم. یک کتابی به استقلال در این موضوع از مرحوم آسد هاشم توبلی بحرانی، توبل اسم دهیست که ایشون از اونجاست و همونجا هم دفن شده است و منم اتفاقا یه 10 سال پیش بحرین رفتم سر قبر ایشون، مزار ایشون. و بالاخره آسد هاشم بحرانی متوفای سال 1009 هجری، یعنی قبل از مرحوم مجلسی ایشون فوت کرده، 1109 بخشید 1109، مرحوم مجلسی 110 ولی ایشون 109 فوت کرده. البته بعضی ها گفتن 107 بوده وفاتش. حالا کتابی داره به نام المحجه فیما نزل فی القائم الحجه من الذکر الحکیم، من آی الذکر الحکیم، و خب به فارسی هم ترجمه شده، آیاتی که درباره امام زمان است، البته به کمک اخبار ائمه اطهار علیهم السلام، و الا آیات درباره امام زمان به طوری صریح باشد که بدون کمک اخبار ائمه اطهار علیهم السلام درباره اون حضرت تلقی بشود نداریم. هر آیه‌ای درباره امام زمان تفسیر یا تأویل شاید صحیح‌تر و دقیق‌تر باشد، به جای تفسیر بگیم تأویل درباره حضرت شده باشد، اینا در واقع به کمک اخبار ائمه اطهار علیهم السلام. البته خب کتابی که بیشتر مشتمل بر این معناست، اول در چاپ قبلی 7 جلد بود و در چاپ بعدی الان به 10 جلد رسیده است، جزء انتشارات مسجد جمکران هم چاپ شده، منتشر شده به نام بله موسوعه الامام المهدی، و جلد اول و دومش در آیات درباره حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه هست و آقایون میتونن به اونجا مراجعه کنن. بفرمایید. خیلی ممنون استاد. یک سوال نهاییم که چون وقت کندکه من رو خونی میکنم، اگر دوستان پرسیدن که درباره آن بحث مشرکین شده بود و که مثلا هر کجا آنها رو یافتید بکشید توی سوره توبه، و دوستان پرسیدن در این راستا که مثلا آیا بعض یه جایی هست که پیمان ببندید، یه جایی هست که مثلا اینجوری، چگونه بوده؟ نه آخرین آیاتی که سال 10 هم باز آیاتی داریم درباره مشرکین، یعنی تکلیف چگونه است، با کجا تعیین شده؟ هر آیات داره مثلا عوض میشه روی کرد ظاهرن، منظور ایشون بود که آخرین آیات چی، آیا این آخرین آیاته یا یعنی اینکه باز هم داره؟ بله راجع به مشرکین و پیمان داشتن، پیمان بین مسلمانان و مشرکان، بله آخرین آیاته، هر چی پیمان بوده مال قبل بوده، از این به بعد دیگه پیمانی با نزول این آیات دیگه پیمانی منعقد نشده. و این تعبیر این فقتل مشرکین حیث سقفتموهم، هر جا مشرکین را دیدید چون از پیمان خارج شدن اونها را بکشید، این به معنای این است که دیگه پیمان بر اونها شامل نیست و چون جرأت کردن بعد از لغو پیمان، بعد از نسخ پیمان، این دفعه وارد جاهایی شدن که اعلان شده است بهشون که دیگه مجاز نیستن وارد اینجا بشن، معناش این است که در واقع خودشون بی احتیاطی کردن، وارد جایی شدن که اعلان شده بهشون که دیگه خارج از پیمان هستید، و بنابراین معناش لغو پیمان، اقتل المشرکین حیث سقفتموهم، نه اینکه بی گدار به آب زده باشد قرآن و گفته باشد بکشید اونها را. مثلا من حضور زنم، حالا من چون بخوام به اتانس هفته آینده به سوره مائده میرسیم، اونجا اشاره به مشرکین هست در سوره مائده یا نه؟ چون یکی از مهمترین سوره بزرگ آخر است. اشاره به جزیه هست، اما اشاره به عهد و پیمان بستن با مشرکین غیر از جزیه، جزیه در واقع نتیجه مصالحه ایست بین مسلمانان و
البته به شرط اینکه اهل کتاب باشن، نه مشرکین بت پرست. مشرکین بت پرست دیگه کارشون تمام شد، دیگه قابل مصالحه نیستن. مصالحه شرطش اهل کتاب بودنه، یعنی یا باید زرتشتی باشد یا یهودی جهود به قول فارسی قدیم، و یا نصرانی که از اهل کتاب شمرده بشد، یکی از این ستا. البته اختلاف است که آیا صابئین یعنی ستاره پرستان آیا اینها جز اهل کتاب شمرده میشن یا نه، این مسئله اختلافیه. از جمله مراجعی که قائل به این است که حتی نصارا چیز بخشید صابئین یعنی ستاره پرستان اینها هم جزء اهل کتاب شمرده میشن، آیت الله مکارم شیرازی است. ایشون بعد از پیروز انقلاب وقتی که قانون اساسی را میخواستن یعنی حالا در ایام شورای بساب تصویب قانون اساسی بودن، ایشون این فتواشون رو صادر کردن و لذا نسائی بله صابئیان در جنوب ایران در خوزستان عده زیاد این مجوسی بخشید صابئی هستند. اینها تظاهرات تشکری از آیت الله مکارم را انداختن در وقت خودش. و صلی الله علی سید محمد و آله الطاهری. خیلی ممنون استاد. دوست ما هستن آقای سقا، ایشون استاد مطالعات اسلامی هستند در دانشگاه هاروارد، ایشون هم یک سوالی دارن. آقا محمد بفرمایید. سلام شیخ، دست شما درد نکنه بابت زحمات کشیدی، همچنین آقا هیدر خیلی استفاده کردیم، دست شما درد نکنه. یه سوالی داشتم میزه، یعنی به طور مستقیم مربوط نبود با صحبت‌های شما که امروز هم استفاده کردیم واقعا، ولی این بود که وقتی ما حساب میکنیم که کی داخل یعنی زیر پرچم اسلام قرار داره، ما در واقع این اصول دین که داریم، چون امامت جزء اون اصول دین هست، خب بعضی موقع سوال میشه که خب ما سنی ها هم به عنوان مسلمان که قبول داریم، ولی ما لزوما اونا امامت یعنی میتونن قبول داشته باشن، ولی لزوما سنی هم امامت ندارن. بنابراین این مثلا بعضی از وقتا این اصول رو اصول مذهب گفتن نه اصول درست. دین مثلا کلن. خب ما اینو چجوری مثلا بله بفرمایید. همینطوره که الان شما اشاره کردین، یعنی اگر بخوایم مشیر به این معنا تلقی بکنیم اصول را، نباید بگیم اصول دین و امامت رو بشمونیم، باید بگیم اصول مذهب. چون اصول دین یعنی اصولی که در کل دین پذیرفته شده باشه، و در صورتی که امامیه جزء دین اسلام هستن و کسانی که امامی نیستن اینا مسلمونن و این جزء اصول دینشون اعتقادشون در اصل دین نیست، و لذاست که اگر به اون لحاظ بخوایم اصول دین رو بشمونیم باید بگیم اصول دین ستاست و اون دوتا دیگه اصول مذهبن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دست شما درد نکنه. ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من فقط چون وقتم تنگه آخری هم پیام کوتاهی رو خانم بابا سپری فرستادن که اگر هیچ پیمانی با مشرک نیست چرا در آیه 7 میگم همین سوره توبه باشه، میفهمد الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، یعنی انگار یک بخشی از این مشرکین همچنان در ذیل عهد میگنجن، چون در کنار مسجد الحرام یک عهدی رو بستن. نمیدونم که این عهد در چه تاریخ، در همون تاریخ سفر امیرالمومنین در سال مثلا نهم بعدی یا قبلتر بوده، ولی یک گروهشون اینو اجازه میگیرم انشاءالله میذاریم برای هفته آینده، یعنی چون الان از 8 گذشته، 8 و نزدیک دقیقه است، معذرت میخوام، 8 و 7 چشم ما با این سال شروع میکنم هفته آینده. پس خیلی ممنون استاد و همه همراهان گرامی، عید همگی مبارک مبارک باشه. همچنین سلامت باشین، خدا حافظ شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.